با مجموعه خبری ساعت ده با من یما سیاوش خوش آمدید. سرخط خبرها: افشا شدن سند استخباراتی درسی به پنهانکاران حکومتی. ریاست اجرایی میگوید جلو پنهانکاری ها در امضای تفاهمنامه استخباراتی با پاکستان گرفته شده است. حضور رسانه ها، حضور شما اجازه نمیده که با قضایای جدی و قضایایی که به سرنوشت مردم در افغانستان ارتباط میگیره کسی با پنهانکاری یا با معامله پشت پرده بازی بکنه. معمای 14 سال نبرد آمریکا از زبان اوباما. باراک اوباما میگوید افغانستان هنوز یک جای بسیار خطرناک است. افغانستان یک جای خطرناک باقی مانده است و بسیاری از خانواده ها می دانند که سربازان ما همچنان از بحر ما زندگی هایشان را با خطر در این کشور روبرو می سازند. حل مشکلات ملت یا گزارش خانی حکومت. برنامه گزارش دهی 100 روز کار وزارتخانه ها آغاز شد. وزارت ها خودشان باید خود اصلاح کنند که موجب اعتبار شوند و بتانند وظایف دومی و سیومی را انجام بده. و 1 میلیون زنبور روی بدن مرد چینی، رکورد تازه در کتاب گینس. به نام خدا و شب شما بخیر. ریاست اجرایی میگوید افشا شدن پنهانکاری ها در پیوند با امضای تفاهمنامه استخباراتی کابل اسلام آباد درسی بود که پس از این کسی دست به چنین معامله های پنهانی نزند. در حالی که تمامی اتهام های پنهانکاری در امضای این سند به دفتر شورای امنیت ملی برمیگردد، اما مشاور فرهنگی این دفتر میگوید که دفتر شورای امنیت هیچ نقشی را در امضای این سند نداشته و تنها در رای زنی های نخستین دخیل بوده است. در این روزها امضای تفاهمنامه تبادل اطلاعات استخباراتی میان کابل اسلام آباد و دستبرد در پیشنویس این سند سرخط رسانه ها را می سازد. به دنبال انتقادها و نگرانی های بسیار از امضای این تفاهمنامه، اکنون ریاست اجرائیه به مردم اطمینان می دهد که سرنوشت این سند پس از به میان آمدن یک اجماع ملی و بازنگری روشن خواهد شد. این دستبرد ها باید اصلاح شود. در این موارد اختلاف جدی و پنهانکاری وجود نداره. ما در یک مرحله زندگی میکنیم که مردم افغانستان در یک سطح بالای از آگاهی قرار دارن. حضور رسانه ها، حضور شما اجازه نمیده که با قضایای جدی و قضایایی که به سرنوشت مردم در افغانستان ارتباط میگیره کسی با پنهانکاری یا با معامله پشت پرده بازی بکنه. ریاست اجرائیه با اصل این سند موافق است، اما میگوید که در این سند دستبردهای شده است و افشای این دستبردها همگان را شگفتی زده ساخت. در متن توافقنامه موارد اختلافی، مواردی که امنیت ملی نشاندهی کرده بود از مسوده که باید بیرون شود و شخص رئیس اجرایی اونا را به قلم خودشان نشانه شد کرده بودند که باید در متن وجود نداشته باشه و یک چگونه این موارد در متن باقی ماندن، حالا در یک مرحله قرار داریم که مردم افغانستان میفهمند. به پارلمان افغانستان گزارش داده شد و در رسانه ها باستا به گسترده گفت. در حالی که تمامی اتهام ها درباره افزودن چیزهایی در این تفاهم نامه که به زیان کشور شناخته می شود و دفتر شورای امنیت ملی برمیگردد، اما دفتر این شورا این اتهام ها را بی بنیاد می داند. چطور می تانیم تصور کنیم که در یک سندی که در حال مسوده است کسی دست بزنه و او را پنهانی دست بزنه؟ کسایی که سند تکمیل میکنند، سر سند کار میکنند، اونا بعد از این دستکاری ها وارد صحنه میشن. پس چطور گفته میتونیم که روی در یک مسوده کسی دستکاری کرده باشه و پنهانکاری کرده باشه؟ از احتمال ملغا شدن این سند نیز سخن گفته میشود. فعلا اساسیت به گونه است که ریاست امنیت و ریاست شورای اجرائیه مردم به دنبال خود داره و جنایت دیگه تناس. وقتی گناه تنها باشه احتمال داره که یادداشت تفاهم به نتیجه نرسد. ریاست اجرائیه در امضای هر گونه تفاهم نامه به حفظ منافع ملی کشور پابند است، اما بسیاری از سیاستگران این پرسش را مطرح می‌سازند که با این همه ناباوری‌ها در برابر پاکستان آیا ممکن خواهد بود که افغانستان بتواند از این سند سود ببرد؟
برای بحث بیشتر احمد ادریس رحمانی پژوهشگر مسائل سیاسی از آمریکا با ماست. آقای رحمانی خیلی خوش آمدین. این پنهانکاری ها در حکومت وحدت ملی بر سر یک چنین مسئله حساس و سرنوشت ساز نشان دهنده چی است؟ خب واقعیتی است که افغانستان امروز تقریبا اکثریت مطلق سیاستمدارایی که در قدرت هستند و یایی که در جدال قدرت هستند، بیرون از قدرت هستند، همه دستاورد جنگ هستند. اینا سیاستمدارایی هستند که در جریان جنگ به وجود آمدند و جنگ حداقل 20 تا 30 سال گذشته افغانستان جنگ بوده که در استخبارات پاکستان رول بی‌نهایت عمیق داشته و تمامی کسایی که در سیاست امروز قدرتمند هستند گذشته بسیار نامعلومی را که از نظر عامه پنهان مانده با این ارگانیزیشن ها با وجود آوردند، اما امروز خیلی در حراس هستند که اگر همکاری ها در نهایت باعث ازی شود که این جنگ بر آخر برسه و اگر به آخر برسه اکثریت مطلق سیاستمدارایی که شما در قدرت دارین دیگر کدام بنیه اساسی برای سیاست نمودن ندارن. بله خب حالا از هر نهادی هر صدایی را شما میشنوین. ریاست اجرایی میگه که در متن تفاهمنامه دستبرد زده شده. شورای امنیت ملی افغانستان میگه که مسئول تهیه پیشنویس تفاهمنامه نیست. ریاست امنیت ملی ظاهرا رئیسش آنچنان که گزارش ها وجود داشت مخالفت کرده. پس مسئول کی است در مورد این تفاهم نامی که حالا کارش به اینجا رسیده و خیلی یک اشتباه بزرگ میتونه تلقی شود؟ تمام این مشکلات فقط به یک نکته اشاره میکنه و که دولت جدید جرأت نداره است اسامی بگی میگیره دفاع بکنه. ما مطمئن هستم که کسایی در درون حکومت متوجه بودن که خب پایین آوردن سطح عملات شورشی ها و در نهایت عادی ساختن روابط با پاکستان یکی از اولویت های سیاسی افغانستان است و بسیار قدم های درست برداشتن و در مسیر درست رفتن، اما با تاسف که به محض که با یورش از کسان قرار میگیرن که هنوز چکمایل قدرت از پا نکشیدن دفتن و خطا میشن و شروع میکنن بر سر هم دیگر تهمت کردن به عوض از اینکه یک تعداد که در رأس هستن بیان بسیار زیاد صادقانه و بسیار با جرات پیشری مردم استاد شد. برادر همین چیزی است که ما فکر میکنیم اینم یک مشکل افغانستان است. ما باید با پاکستان روابط خالدی بسازیم و این شروع کار است. کسایی که در رابطه با مواد تفاهمنامه مشکل دارن بسیار ساده میشه صحبت بکنن، مگر کسایی که با نفس عادی ساختن روابط با پاکستان مشکل دارن یک مسئله بسیار جدی در قبال منافع ملی افغانستان است. من فکر میکنم بسیار با جرات باید به دفاع بکنه. مشکل اساسی است که کس در درون حکومت جرات سیاسی نداره. ولی چی سبب شده که چنین جرأت نباشه و چرا پنهانکاری، چرا در نهان چنین اسناد مهم امضا شوه و فکر میکنین چرا حکومت دو دسته شوه بر سر این مسئله؟ خب دو دسته شدن حکومت از روز انتخابات تا حال جریان داشته، اما در این حیث من فکر میکنم بیش از دو دسته مطرح است. شما سه چهار دسته را میبینین، کسایی که میخوان دوباره به قدرت بیان، کسایی که در قدرت بودن اما خفه هستن و در درون قدرت دو دستگی که باعث وحدت حکومت وحدت ملی شد، همه اینا بروز میکنه. اما مشکل بسیار بنیادی است که رهبری که در رأس کار بودن و ایر شروع کرد اونا جرأت سیاسی از سیاست بسیار زیاد فقط شاید قدمای نخست میدانن. در جرأت در دنیای سیاست اگر جرأت نداشته باشین بسیار کسایی که حتی راه درست هم نمیرن حرفشان درست نیست، اگر جرأت داشته باشن شما را به عقب میزنن. بسیار زیاد مسئله جدی دست اینا از بزرگ... کی میترسن آقای رحمانی؟ از چه کسی حراس دارن که چنین جرأت به خرج نمیتن به قول شما؟ خب در گفتم جرأت داشتن اساسا مشخص یک مقوله نیست که شما در مقابل مشخص کس قرار بشه. سوال اساسی بسیاری است که کسایی که بالای سیاست حاکم هستند یک دید بسیار وسیع از دنیای سیاست در منطقه و در دنیا دارن. اونا به مسیری که میروند بسیار با ثبات قدم برمیدارن و با اطمینان راه میرن، میگن که ما میدونیم این راه درست است. کسانی که دید بزرگ نداشته باشند به مجردی که با هلهله و با شورش و با برخورد دیگه سیاستمدارا مواجه شوند از راه رفته خود والخطا میشه پشیمان شه نشه ما غلط کرده باشیم. خصوصا در اینجا وقت شما یک کسی مثل حامد کرزی میداشته باشین که بسیار زیاد به یک تابوت تبدیل شده. دید دو حالت بسیار زود همه که جرات از دست بیده فکر میکنن اگر حامد کرزی میگه غلط است حتما ما غلط کردیم. ولی این مسئله آقای کرزی نیست. خب ریاست اجرایی عملا میشنوین که میگه
معامله پنهانی صورت گرفته و خیلی از صداهایی از درون حکومت که موافق نیستند با این. پنهانکاری ها و غلطکاری ها تمامش به اصطلاح ضعف دولتداری است که در درون دولت شما نظم نمیبینید. ولی جدال اساسی که پروسه از اون نقطه آغاز میشه، از روز آغاز میشه که رئیس جمهور سابق آمد گفت کار غلط است باید ریستارت بکنین، در حالی که من فکر میکنم به هیچ وجه مسیری که افغانستان میره یا حکومت میره مسیر غلط نیست. اگر در نهایت موادی تفاهم نامه و شیوه همکاری با پاکستان میتونه غلط باشه که هر کس میتونست دو پیشنهاد بکنه، ولی من سخت میترسم که یک تعداد زیادی از کسایی که در افغانستان سخت معتبر و با اعتماد هستند، مردم سر از نو سخت اعتماد دارن، اینا در بطن خود چندان سیاستمدارای وفادار به مردم و ملت نیستن. بسیار زیاد از بین رفتن جنگ و از اینکه افغانستان یک روز به صلح برسن میترسن. پس این میتونه یک شکست جدی برای حکومت باشه و نتیجه این چند دستگی چه خواهد بود؟ به نهایت شکست جدی است. من فکر میکنم اگر حکومت جرات از این نداشته باشه که از کاری که میکنن دفاع بکنن، حتی اگر معامله باشه، من فکر میکنم اگر معامله میکنن باید جرات معامله کردن داشته باشن، دقیق رو نکنن بهتر است. ولی در برابر مردم قرار نمیگیرن آقای رحمانی. ببینید مردم حالا هوشیار شده و میدانن که خب در چنین موارد نگذارن حکومت را که پایش را بیش از آنچه منافع افغانستان از بگذارن. ببینین اگر قرار باشه اونا به مسیر میرن که منافع افغانستان نیست و خودش یک اشتباه دیگر است، اما اگر به مسیر میرن که میدونن منافع افغانستان است، باید جرات داشته باشن که تشریح کنن به مردم که چرا فکر میکنن منفعت افغانستان در این مطرح است. اگر نتونن این کارو بکنن، من فکر میکنم سه حادثه دیگر به این شکل حکومت سقوط میتن و کسانی که منتظر هستن دوباره به قدرت پس برمیگردن. سپاسگزار از شما احمد ادریس رحمانی، پژوهشگر مسائل سیاسی از آمریکا. سپاسگزارم. باراک اوباما افغانستان را یک جای بسیار خطرناک می‌خواند. اوباما در مراسم سالانه یادبود از سربازان کشته شده آمریکایی می‌گوید افغانستان هنوز هم یک جای خطرناک است. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید که نیروهای آمریکایی با انجام مأموریت نظامی در افغانستان هنوز هم جان‌هایشان را برای نگهبانی از آمریکاییان با تهدید روبرو می‌سازند. باراک اوباما نخستین سال روز یادبود از قربانیان آمریکایی را در جنگ پس از پایان نبرد 14 سالی آمریکا در افغانستان گرامی داشت. در حالی که افغانستان امسال خشونت‌های بی‌پیشینه‌ای را تجربه می‌کند، رئیس جمهوری ایالات متحده نیز می‌گوید که سربازان آمریکایی هنوز هم در افغانستان با تهدیدها روبرو هستند و این کشور همچنان یک کشور خطرناک باقی مانده است. امروز کمتر از 10,000 سرباز ما در این کشور برای پیشبرد مأموریت آموزشی و کمک به نیروهای امنیتی افغان ماندند. ما به برگشتاندن سربازانمان به خانه ادامه خواهیم داد. اما افغانستان یک جای خطرناک باقی مانده است و بسیاری از خانواده ها می دانند که سربازان ما همچنان از بهر ما زندگی هایشان را با خطر در این کشور روبرو می سازند. در کابل نیز مراسم روز یادبود با حضور فرمانده کل نیروهای ناتو در افغانستان برگزار شد. امروز ما تمامی کسانی که در این جنگ جان باختند یادبود میکنیم. ما از بیش از 2300 آمریکایی و بیش از 1100 سرباز ائتلاف را یادآوری میکنیم. کسانی که برای یک انگیزه مشترک یعنی یک افغانستان با ثبات و با امن و محافظت از کشورهایمان قربانی شدند. باراک اوباما هرچند بر ادامه روند آموزش و کمک به نیروهای امنیتی افغان تاکید می‌ورزد، اما می‌گوید که شماری از سربازان آمریکایی تا پایان سال آینده میلادی در افغانستان از 10,000 کاهش خواهد یافت و این شمار تنها به حضور در سفارت در کابل محدود خواهد شد. رئیس جمهور غنی میگوید که اکنون کار کابینه به گونه بنیادین آغاز شده است. آقای غنی تاکید می‌ورزد که اعضای کابینه‌اش پس از این برنامه‌های 100 روز کارشان را همگانی خواهند ساخت. در نخستین روز وزارت ارشاد، حج و اوقاف برنامه‌های 100 روزه‌اش را گزارش داد. پس از 9 ماه صفحه آغاز کار بنیادی حکومت وحدت ملی ورق می‌خورد. آمده است که در نخستین روز کار گوشه های از این برنامه اش را که تا پایان مأموریتش ادامه خواهد یافت همگانی بسازد.
میگوید که با این کار در تلاش است تا فاصله میان حکومت و مردم را کوتاه بسازد و از آنچه در حکومت میگذرد به مردم اطلاع دهی بکند. اما رئیس جمهور این برنامه را چرا در پیش گرفته است؟ در افغانستان ولس پنځه کال باندې باور نه لري، او که هر چا ته وایي چې پنځه کلن پلان جوړو وایي تر څه تاسو شروع خوري پنځه کاله تیریږي موږ نتیجه نه ګورو. وزارت ها خودشان باید خود اصلاح کنن که موجب اعتبار شوند و بتانن وظایف دومی و سیومی را انجام بده. پس از 100 روز و پایان معرفی برنامه های وزارت ها، نهادهای عدلی و قضایی و والی ها نیز به این کاروان اطلاع دهی خواهند پیوست. در این 100 روز آینده ما ترتیب بررسی اساسی ارگان های عدلی و قضایی خود را تکمیل خواهد کردیم. آنچه که رئیس جمهور میگوید این برنامه گونه است که پس از 100 روز فرصت خواهد بود تا بخش های قوت و ضعف این حکومت از سوی مردم قضاوت شوند. چهره چه کار کو خی نمره را که چهره چه کار مفید نده او ست نمره را که یا خدای ناکده ایله ده چه ناکامی تو اونه رسیدو مگر که ناکامی و بعد نمره را که تر چه مگورنه درس واخلی. وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نخستین روز فرصت یافت تا از برنامه 100 روزه‌اش به مردم بگوید. بخش نخست خدمت برای علما و مساجد و نوعیت تغییری که در این قسمت به زودی ملموس خواهد بود. بخش دوم پروسه ملی حج. بخش سوم بخش ارشاد و ذهنیت سازی. بخش چهارم اوقاف و بخش پنجم هم اصلاحاتی است که در بخش اداری صورت خواهد گرفت. هرچند این عضو کابینه میگوید که برنامه هایش تخیلی نیست و بر عملی شدن آن تا 100 روز آینده اطمینان میدهد، اما یکی از خواستهای اصلی مردم این است تا همه نهادها شدت کار را بیشتر از گفتار بسازند. پاکستان وعده هایی را که برای تامین صلح در افغانستان سپرده عملی خواهد کرد. معین سیاسی وزارت خارجه که در نشست قلب آسیا در اسلام آباد شرکت کرده میگوید که شرکت کنندگان این نشست بدین باورند که صلح در افغانستان به معنای صلح در منطقه است. نشست کشورهای قلب آسیا در اسلام آباد، وزیران خارجه کشورهای آسیایی و نیز نمایندگان 16 کشور در این نشست شرکت کردند. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، به نمایندگی از افغانستان شرکت کرده است. آقای خلیل کرزی میگوید که شرکت کنندگان این نشست بدین باور هستند که صلح در افغانستان صلح در منطقه را تامین میکند. افغانستان پر امنیت، افغانستان صلح پروسه باندې بحث و هم اقتصادی مسائل باندې بحث وکړي. دیر مفید جلسه و دیر دستاوردهای گلوزه. معین سیاسی وزارت امور خارجه میگوید که شرکت کنندگان این نشست پاکستان را وادار ساخته است تا از روند گفتگوهای صلح پشتیبانی کند و همکاری صادقانه داشته باشد. ما اینجا همراهی دوستای ایرانی خود، برادر ایرانی خود بحث داشتیم و به یک تفاهم رسیدیم که صلح یک نیاز است، نه تنها برای افغانستان، برای خود منطقه. شرکت کنندگان این نشست میگویند که افغانستان کلید کشورهای منطقه است. آنان هشدار میدهند که اگر ناامنی ها در افغانستان افزایش یابد، کشورهای منطقه نیز از این ناامنی ها متضرر خواهد شد. تا لحظات دیگر. گرمی طاقت فرسا جان 800 هندی را گرفت. باز هم خوش آمدید. یک زنبوردار چینی با پوشانیدن بدنش با بیش از 1,000,000 زنبور رکورد تازه در کتاب رکوردهای جهانی گینس به ثبت رساند. این مرد 55 ساله که بینگاو نام دارد بدنش را با بیش از 109 کیلوگرم زنبور پوشانید و رکورد تازه را به نامش ثبت کرد. رکورد پیشین نزد یک مرد چینی دیگر بود که بدنش را با 83.5 کیلوگرم زنبور پوشانیده بود. در نتیجه گرم شدن بیش از حد هوا در هند نزدیک به 800 تن جان باختند. مقام های هندی می گویند که این افراد در 3 روز گذشته در بخش های جنوبی و شمالی هند جان هایشان را در نتیجه گرمی هوا از دست دادند.
این مقام ها می افزایند که درجه حرارت به 47 درجه سانتیگراد رسیده است و گرمترین شهر علی‌آباد گفته شده است. گرم شدن بیش از اندازه هوا در هند زندگی عادی مردم را در شمار از بخش‌های این کشور با دشواری ها روبرو ساخته است. مقام های اداره هواشناسی هند تایید می کنند که در 3 روز گذشته بیش از 500 تن جان باختند و احتمال می رود که این رقم افزایش یابد. این مقام ها می گویند که شمار زیاد از جان باختگان کارگران و افراد هستند که خانه برای بود و باش ندارند. درجه حرارت به گونه کامل بلند رفته است. برخی از بخش های هند گرمی بیش از اندازه را تجربه می کنند و درجه حرارت با بیش از 47 درجه رسیده است. مقام های هندی از باشندگان بخش های این کشور به ویژه شهر علی‌آباد که گواه گرمی بیش از اندازه است می خواهند تا ساعت 10 صبح تا 4 دیگر به کارهایشان نروند. این مقام ها نیز می گویند که در برخی از بخش های شهری هند چندین مرکز برای توزیع آب آشامیدنی ایجاد شده است. تا لحظات دیگر ریختن محصول گمرکی در حساب بانک مرکزی. سلام، خوش آمدید. و وزارت مالیه پرداخت محصول گمرکی را بانکی می سازد. مسئولان وزارت مالیه می گویند که برای جلوگیری از حیف و میل درآمدهای دولت و کوتاه ساختن دست رشوه‌گیران، پس از این پول تعرفه های گمرکی در حساب های بانکی به دولت پرداخته خواهد شد. برای نخستین بار پول تعرفه های گمرکی از طریق حساب های بانکی به خزانه دولت می رسد. مسئولان وزارت مالیه می گویند یک نظام شفاف الکترونیکی در گمرک ها ایجاد شده است که پول تعرفه های گمرکی توسط حساب های بانکی و بدون ضایع شدن وقت به خزانه دولت می رسد. با تطبیق این سیستم عواید ملی افزایش خواهد کرد، به خاطر از اینکه با تطبیق این سیستم فساد از بین میره، یک کاملا یک شفافیت به میان میه و همی کاغذ پرانی که مثلا تای مراحل میشه این چیزا هم از بین میره. از سوی دیگر شماری از بازرگانان و صاحبان صنایع از ایجاد این سامانه گمرکی استقبال کرده میگویند که با این کار پول تعرفه های گمرکی به گونه شفاف به دولت میرسد و دست رشوه‌گیران کوتاه میشود. کسایی که صادرات داره، کسایی که واردات داره به موقع به اسرع وقت از همین طریق با مسئولیت بتونه تمام پرداختی های خود، تعرفه هایی که به زنا قابل اجرا است اینا را بتونه از طریق همین سیستم الکترونیکی از سیستم بانک مرکزی اینا را پرداخت بکنه. بازرگانان میگویند که پیش از این برای پرداخت پول تعرفه های گمرکی با مشکلات زیاد روبرو بودند و برای پرداخت تعرفه های گمرکی تا چندین روز منتظر می ماندند که با ایجاد این سامانه گمرکی این مشکلات نیز برطرف شدند. و نگاه دیگر به چند خبر. ریاست اجرایی می گوید جلو پنهانکاری ها در امضای تفاهم نامه استخباراتی با پاکستان گرفته شده است. باراک اوباما افغانستان را یک جای بسیار خطرناک خواند. و یک مرد چینی با پوشانیدن بدنش با بیش از 1 میلیون زنبور رکورد تازه در کتاب گینس ثبت کرد. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همتان خوش. ما فکر میکنم بسیار با جرات باید به هند دفاع بکنه. مشکل اساسی است که کس در درون حکومت جرات سیاسی نداره. ولی چی سبب شده که چنین جرات نباشه و چرا پنهانکاری، چرا در نهان چنین اسناد مهم امضا شوه و فکر میکنین چرا حکومت دو دسته شوه بر سر این مسئله؟ خب دو دسته شدن حکومت از روز انتخابات تا حال جریان داشته، اما در این حساب ما فکر میکنم بیش از دو دسته مطرح است. شما 3-4 دسته را میبینین، کسایی که میخوان دوباره به قدرت بیان، کسایی که در قدرت بودن اما خفه هستن و در درون قدرت دو دستگی که باعث وحدت حکومت وحدت ملی شد، همه اینا بروز میکنن. اما مشکل بسیار بنیادی است که رهبری که در رأس کار بودن و ایر شروع کرد، اونا جرأت سیاسی از سیاست بسیار زیاد فقط
شاید قدمای نخست میدانند. در جرأت در دنیای سیاست اگر جرأت نداشته باشند، بسیار کسایی که حتی راه درست هم نمیرن، حرفشان درست نیست، اگر جرأت داشته باشند شما را به عقب میزنند. بسیار زیاد مسئله جدی. اینا از کی میترسن آقای رحمانی؟ از چه کسی حراس دارن که چنین جرأت به خرج نمیتن به قول شما؟ خب در گفتم جرأت داشتن اساسا مشخص یک مقوله نیست که شما در مقابل مشخص کس قرار بشه. سوال اساسی بسیاری است که کسایی که بالای سیاست حاکم هستند یک دید بسیار وسیع از دنیای سیاست در منطقه و در دنیا دارند. اونا به مسیری که میروند بسیار با ثبات قدم برمیدارند و با اطمینان راه میرند، میگن که ما میدونیم این راه درست است. کسانی که دید بزرگ نداشته باشند، به مجردی که با هلهله و با شورش و با برخورد دیگر سیاستمدارا مواجه شوند، از راه رفته خود وارخطا میشه، پشیمان میشه، نشه ما غلط کرده باشیم. خصوصا در اینجا وقت شما یک کسی مثل حامد کرزی میداشته باشین که بسیار زیاد به یک تابوت تبدیل شده، دید و حالت بسیار زود همه که جرأت از دست میده. فکر میکنن اگر حامد کرزی میگه غلط است حتما ما غلط کردیم. ولی این مسئله آقای کرزی نیست. خب ریاست اجرایی عملا میشنوین که میگه معامله پنهانی صورت گرفته و خیلی از صداهایی از درون حکومت که موافق نیستن با این. پنهانکاری ها و غلطکاری ها تمامش به اصطلاح ضعف دولتداری است که در درون دولت شما نظم نمیبینید. ولی جدال اساسی که پروسه از اون نقطه آغاز میشه، از روز آغاز میشه که رئیس جمهور سابق آمد گفت کار غلط است باید رستاد بکنین، در حالی که من فکر میکنم به هیچ وجه مسیری که افغانستان میره یا حکومت میره مسیر غلط. با مجموعه خبری ساعت ده با من یماس یاوش خوش آمدید. سرخط خبرها: افشا شدن سند استخباراتی درسی به پنهانکاران حکومتی. ریاست اجرایی میگوید جلو پنهانکاری ها در امضای تفاهمنامه استخباراتی با پاکستان گرفته شده است. حضور رسانه ها، حضور شما اجازه نمیده که با قضایای جدی و قضایایی که به سرنوشت مردم در افغانستان ارتباط میگیره کسی با پنهانکاری یا با معامله پشت پرده بازی بکنه. معمای 14 سال نبرد آمریکا از زبان اوباما. باراک اوباما میگوید افغانستان هنوز یک جای بسیار خطرناک است. افغانستان یک جای خطرناک باقی مانده است و بسیاری از خانواده ها می دانند که سربازان ما همچنان از بحر ما زندگی هایشان را با خطر در این کشور روبرو می سازند. حل مشکلات ملت یا گزارش خانی حکومت. برنامه گزارش دهی 100 روز کار وزارتخانه ها آغاز شد. وزارت ها خودشان باید خود اصلاح کنند که موجب اعتبار شوند و بتانند وظایف دومی و سومی را انجام بده. و 1 میلیون زنبور روی بدن مرد چینی، رکورد تازه در کتاب گینس. به نام خدا و شب شما بخیر. ریاست اجرایی میگوید افشا شدن پنهانکاری ها در پیوند با امضای تفاهمنامه استخباراتی کابل اسلام آباد درسی بود که پس از این کسی دست به چنین معامله های پنهانی نزند. در حالی که تمامی اتهام های پنهانکاری در امضای این سند به دفتر شورای امنیت ملی برمیگردد، اما مشاور فرهنگی این دفتر میگوید که دفتر شورای امنیت هیچ نقشی را در امضای این سند نداشته و تنها در رای زنی های نخستین دخیل بوده است. در این روزها امضای تفاهمنامه تبادل اطلاعات استخباراتی میان کابل اسلام آباد و دستبرد در پیشنویس این سند سرخط رسانه ها را می سازد. و دنبال انتقادها و نگرانی های بسیار از امضای این تفاهمنامه، اکنون ریاست اجرایی به مردم اطمینان می دهد که سرنوشت این سند پس از به میان آمدن یک نیست. اگر در نهایت موادی تفاهمنامه و شیوه همکاری با پاکستان میتونه غلط باشه که هر کس میتونست دو پیشنهاد بکنه، ولی من سخت میترسم که یک تعداد زیادی از کسایی که در افغانستان سخت معتبر و با اعتماد هستند، مردم سر از نو سخت اعتماد دارن، اینا در بطن خود چندان سیاستمدارای وفادار به مردم و ملت نیستن. بسیار زیاد از بین رفتن جنگ و از اینکه افغانستان یک روز به صلح برسن میترسن. پس این میتونه یک شکست جدی برای حکومت باشه و
نتیجه این چند دستگی چه خواهد بود؟ به نهایت شکست جدی است. من فکر میکنم اگر حکومت جرات ازیری نداشته باشه از کاری که میکنن دفاع بکنن، حتی اگر معامله باشه؟ ما فکر میکنم اگر معامله میکنن باید جرات معامله کردن داشته باشن، دغیر زو نکنن بهتر است. ولی در برابر مردم قرار میگیرن آقای رحمانی. ببینین مردم حالا هوشیار شده و میدانن که خب در چنین موارد نگذارن حکومت را که پایش را بیش از آنچه منافع افغانستان است بگذارن. ببینین اگر قرار باشه اونا به مسیر میرن که منافع افغانستان نیست و خودش یک اشتباه دیگر است، اما اگر به مسیر میرن که میدونن منافع افغانستان است، باید جرات داشته باشن تشریح کنن به مردم که چرا فکر میکنن منفعت افغانستان در این مطرح است. اگر نتونن این کارو بکنن، من فکر میکنم سه حادثه دیگر به این شکل حکومت سقوط میتن و کسانی که منتظر هستن دوباره به قدرت پس برمیگردن. سپاسگزار از شما احمد ادریس رحمانی، پژوهشگر مسائل سیاسی از آمریکا. سپاسگزارم. باراک اوباما افغانستان را یک جای بسیار خطرناک می‌خواند. اوباما در مراسم سالانه یادبود از سربازان کشته شده آمریکایی می‌گوید افغانستان هنوز هم یک جای خطرناک است. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید که نیروهای آمریکایی با انجام مأموریت نظامی در افغانستان هنوز هم جان‌هایشان را برای نگهبانی از آمریکاییان با تهدید روبرو می‌سازند. باراک اوباما نخستین سال روز یادبود از قربانیان آمریکایی را در جنگ پس از پایان نبرد 14 سالی آمریکا در افغانستان گرامی داشت. در حالی که افغانستان امسال خشونت‌های بی‌پیشینه را تجربه می‌کند، رئیس جمهوری ایالات متحده نیز می‌گوید که سربازان آمریکایی هنوز هم در افغانستان با تهدیدها روبرو هستند و این کشور همچنان یک کشور خطرناک باقی مانده است. امروز کمتر از 10,000 سرباز ما در این کشور برای پیشبرد مأموریت آموزشی و کمک به نیروهای امنیتی افغان ماندند. ما به برگشتاندن سرباز اجماع ملی و بازنگری روشن خواهد شد. این دستبرد ها باید اصلاح شود. در این موارد اختلاف جدی و پنهانکاری وجود ندارد. ما در یک مرحله زندگی میکنیم که مردم افغانستان در یک سطح بالای از آگاهی قرار دارن. حضور رسانه ها، حضور شما اجازه نمیده که با قضایای جدی و قضایایی که به سرنوشت مردم در افغانستان ارتباط میگیره کسی با پنهانکاری یا با معامله پشت پرده بازی بکنه. ریاست اجرایه با اصل این سند موافق است، اما میگوید که در این سند دستبردهای شده است و افشای این دستبردها همگان را شگفتی زده ساخت. در متن توافقنامه موارد اختلافی، مواردی که امنیت ملی نشاندهی کرده بود از مسوده که باید بیرون شود و شخص رئیس اجرایی اونا را به قلم خودشان نشانه شد کرده بودند که باید در متن وجود نداشته باشه و یکی چگونه این موارد در متن باقی ماندن، حالا در یک مرحله قرار داریم که مردم افغانستان میفهمند. به پارلمان افغانستانی گزارش داده شد و در رسانه هم بازتاب گسترده یافت. در حالی که تمامی اتهام ها درباره افزودن چیزهایی در این تفاهم نامه که به زیان کشور شناخته می شود به دفتر شورای امنیت ملی برمی گردد، اما دفتر این شورا این اتهام ها را بی بنیاد می داند. چطور می توانیم تصور کنیم که در یک سندی که در حال مسوده است کسی دست بزنه و او را پنهانی دست بزنه؟ کسایی که سند تکمیل می کنند، سر سند کار می کنند، اونا بعد از این دستکاری ها وارد صحنه میشن. پس چطور گفته میتونیم که روی در یک مسوده کسی دستکاری کرده باشه و پنهانکاری کرده باشه؟ از احتمال ملغا شدن این سند نیز سخن گفته میشود. فعلا اساسیت به گونه است که ریاست امنیت و ریاست شورای اجرایه مردم به دنبال خود داره و اجرای دیگه تناس. وقتی گناه تنها باشه احتمال داره که یادداشت تفاهم به نتیجه نرسه. ریاست اجرایه در امضای هر گونه تفاهم نامه به حفظ منافع ملی کشور پابند است، اما بسیاری از سیاستگران این پرسش را مطرح می سازند که با این همه ناباوری ها در برابر پاکستان آیا ممکن خواهد بود که افغانستان بتواند از این سند سود ببرد؟ برای بحث بیشتر احمد ادریس رحمانی، پژوهشگر مسائل سیاسی از آمریکا با ماست. آقای رحمانی خیلی خوش آمدین. این پنهانکاری ها در حکومت وحدت ملی بر سر یک چنین مسئله حساس و سرنوشت ساز نشاندندی چه است؟ خب واقعیتی است که افغانستان امروز تقریبا اکثریت مطلق سیاست مدارایی که در قدرت هستند و یایی که در
جدال قدرت هستن، بیرون از قدرت هستن، همه دستاورد جنگ هستن، اینا سیاست مدارای هستن که در جریان جنگ به وجود آمدن و جنگ حداقل 20 تا 30 سال گذشته افغانستان جنگ بوده که در استخبارات پاکستان رول به نهایت عمیق داشته و تمامی کسایی که در سیاست امروز قدرتمند هستن گذشته بسیار نامعلومی را که از نظر عامه پنهان مانده با این ارگانیزیشن ها با وجود آوردن، اما امروز خیلی در حراس هستن که اگر همکاری ها در نهایت باعث ازی شود که این جنگ بر آخر برسه و اگر به آخر برسه اکثریت مطلق سیاست مدارایی که شما در قدرت دارین دیگر کدام بنیه اساسی برای سیاست نمودن ندارن. بله خب حالا از هر نهادی هر صدایی را شما میشنوین. ریاست اجرایی میگه که در متن تفاهم نامه دست برد زده شده. شورای امنیت ملی افغانستان میگه که مسئول تهیه پیشنویس تفاهم نامه نیست. ریاست امنیت ملی ظاهرا رئیسش آنچنان که گزارش ها وجود داشت مخالفت کرده. پس مسئول کی است در مورد این تفاهم نامی که حالا کارش به اینجا رسیده و خیلی یک اشتباه بزرگ میتونه تلقی شود؟ تمام این مشکلات فقط به یک نکته اشاره میکنه، اویی که دولت جدید جرأت نداره است تسامی میگیره دفاع بکنه. ما مطمئن هستم که کسایی در درون حکومت متوجه بودن که خب پایین آوردن سطح عملیات شورشی و در نهایت عادی ساختن روابط با پاکستان یکی از اولویت های سیاسی افغانستان است و بسیار قدم های درست برداشتن و در مسیر درست رفتن، اما با تاسف که به محض که با یورش از کسان قرار میگیرن که هنوز چکمه های قدرت از پا نکشیدن دفتن ورخطا میشن و شروع میکنن بر سر هم دیگر تهمت کردن، به عوض از اینکه یک تعداد که در رأس هستن بیان بسیار زیاد صادقانه و بسیار با جرات پیشوری مردم استاد شدن. و برادر همین چیزیست که ما فکر میکنیم اینم یک مشکل افغانستان است، ما باید با پاکستان رابط خالدی بسازیم و این شروع کار است. کسایی که در رابطه با مواد تفاهم نامه مشکل دارن بسیار ساده میشه صحبت بکنن، مگر کسایی که با نفس عادی ساختن روابط با پاکستان مشکل دارن یک مسئله بسیار جدی در قبال منافع ملی افغانستان است.